خانم بزرگ، هیچ جا داروتون رو پیدا نمی کنم. من همه جا رو گشتم. صبر کنی برم از شهناز خانم بپرسم. بیا فلش کن، لازم نکرده بری از شهناز خانمت بپرسی. اگه اون ذره درک میکرد من دارو لازمم، پس نمیذاش که اینطوری درد بکشم. و این پنجره چرا قفله؟ بازش کن. چش. از ام این اتاق واسه من قبر درست میکنه. ای وای، خانم بزرگ، مگه این داروی شما نیست؟ آره، همین داروی منه. این خودشه. این همون دارویی که من به شهناز گفته بودم برای من بخره. اما اون این گوشه انداخته و رفته. اون خیلی خوب میدونه که من به ضربه همین دارو هست که میتونم سر پا بشم. اما اگه این دارو رو به وقتش نخورم، همه ی روز و شب از بدن درد زیاد نمیتونم نفس بکشم. اما هیچکی اصلا براش مهم نیست. چه میشه کرد خانم بزرگ؟ عروسای این زمونه همینطوری هستن. گفتم برادرزادهای خودم عروسم بشن، که شاید اگه به مادر شوهرشون احترام نذارن، حداقل به عمشون که احترام میذارن. عمه لباستون. در ضمن این چه حرفیه که میزنی؟ تازه اونم جلوی کی این حرفا رو میزنی؟ این که دنبال غیبته. چرا داری اینجا وقت میگذرونی؟ همه خونه رو گرد و خاک گرفته. خانم من اونجا رو تمیز کردم. اینجا اومدم دیدم خانم بزرگ درد دارن، پاهاشون رو ماساژ میدم. خدمت کردم به بزرگتر و ثواب داره. خودش که اصلا شعور نداره که باید به مادر شوهرش خدمت کنه، و اونی هم که این کارو میکنه اونو هم من عشق میکنه. تو برو به کار خودت برس. عمه امروز تمام روز این پیش من میمونه و فقط کارهای منو انجام میده. همین. آفرین دختر، خوب ماساژ بده. بذار رسول بیاد. این مصیبت تمومی نداره. اصلا نمیدونم چی کار کنم. باز چی شده؟ انشالله که خیره. عمه مگه میذاره خیر باشه؟ عمه بیدار شد؟ مگه خوابیده بود؟ دای. باز چی میگه؟ الان این صوفیا مستقیم میره پیش شهناز و دونه دونه حرفامو بهش میگه. خیلی با هم صمیمین. یه کاری کن، برو حرفاشونو گوش کن. که اینا پشت سر من چی میگن؟ همین الان میرم. ببین اونو نفهمم. چشم. من به جلیل میگم برگشتن داروهای عمه رو بخره بیاره، وگرنه تا شب و شوب به پا میکنه. نه نه نه، ولش کن. نمیدونم اصلا پولی داره یا نه. مشکل همینجاست. این دورو برام داروخونه نیست، وگرنه خودم میرفتم و میومدم. آره درست میگی، باید از شهر خارج بشیم. چی کار میکنی؟ حرفامونو میشنوی ها؟ نه 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 نه، خانم بزرگ گفتم براشون شیر بیارم، اومدم دنبال اون. مگه جعبه شیر توی اتاق منه؟ دروغگوی احمق، گم شو. باشه. میبینی؟ این دختره که جاسوسه. نمیدونم باز چه قشقرقی را میدازم. خب بگو چی داشتن میگفتن؟ در مورد شما که چیزی نمیگفتن، داشتن برنامه میریختن یه جایی بیرون برن. درست شنیدی؟ راست، شهناز خانم منو دید. خدا رو شگه بهونه آوردم و فوری اومدم بیرون. حتما پشت سر من حرف میزدن. من همه چیو میدونم. واسه من زرنگ بازی در میاره. به هر حال یه روزی بالاخره مدرک رو پیدا میکنم دیگه. اون وقت ببین یه جوری به حسابش میرسم، یه کاری میکنم که هیچ وقت یادش نره. خوب کاری میکنید. اینجا مادر شوهرشون مریضه؟ اما اونا دارن برنامه خرید میریزن. ها، بذار رسول بیاد. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.